با بهترین درودها بر شما بینندگان همار همراه ایران فردا در این پنجشنبه شب میهن در اقصا نقاط عالم برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا را پی میگیریم با دفتر تازه ای از برنامه شامگاهی صفحه یک که به روال معمول همه شب در طول هفته مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا. موجی از واکنش ها به دور تازه مذاکره سوریه در وین با حضور جمهوری اسلامی ایران تازه ترین اظهار موضع انتخاباتی هاشمی رفت رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در اهمیت انتخابات خبرگان رهبری پیش روی در اسفان همچنین تغییر سخنگوی وزارت خارجه ایران و احتمالا عظیمت وی به کشور اندونزی برای سفارتخانه در عرصه مطبوعات نیز بازی های تازه بابک زنجانی از داخل زندان با درخواست شماره حساب برای پرداخت بدیهی هایش ادامه درگیری های جبهه پایداری و صدا و سیما از یک سو با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط کابینه روحانی کماکان مخالف خانی های روزنامه های تحت امر نهاد رهبری علیه توافق نامه برجام و بالاخره پایان داستان تعطیلی تلگرام شبکه اجتماعی محبوب در ایران تا اطلاع ثانوی اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه هفتم آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از شبکه تلویزیون ایران فردا به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه با چند خبر کوتاه برنامه امشب را میگوشیم یا به تعبیری پی میگیریم سوریه بر صدر خبرهای رسانه های جهان بازگشت ویان، دمشق و تهران از جمله پایتخت هایی بودند که به دفعات بیشتری در طول شبان روز گذشته در رسانه های منطقی و جهان ذکر نام گردید در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا تنها یک روز پس از اعلام حضور تهران در کنفرانس صلح سوریه در وین اتریش گفت که این دیدار مساعدترین فرصت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه است. اشاره وزیر خارجه ایالات متحده به مذاکراتی است که با حضور ایران، آمریکا، سوریه، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، لبنان، قطر، فرانسه و اتحادیه ی اروپا برگزار می شود. مذاکرات اولیه وین از روز هفتم آبان ماه آغاز و پیش بینی می شود که مذاکرات رسمی بیشتر و فشرده تر نیز روز جمعه انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز دیروز چهارشنبه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به همراه چند تن از معاونانش در نشست وین درباره سوریه شرکت می کنند. در سوی دیگر این اظهار نظرها و واکنش تحلیلی عادل الجبر وزیر خارجه عربستان در تازه ترین اظهار موضع نسبت به حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه گفت که اختلاف نظر ما با روسیه و ایران بر سر زمان و چگونگی کنارگیری بشار اسد از قدرت است و از این رو حضور ایران در مذاکرات بین المللی فرصتی است تا عزم تهران برای دستیابی به راه حل سیاسی مورد راستی آزمایی قرار گیرد و اما در این راستا تمامی روزنامه های امروز به طور یک پارچه ای به موضوع دعوت ایران برای حضور در کنفرانس صلح سوریه پرداختند که این موضوع نسبتا مهم به لحاظ سیاست اجماعی نظام جمهوری اسلامی باز دچار چند پارگی در انتشار و خانش‌های مختلف از سوی روزنامه متعدد قرار گرفت در حالی که عمده روزنامه موسوم به کمپ اصلاحات و تحول که به دولت نزدیکند با ابراز خوشنودی به استقبال این دعوت رفتند و از آن حتی به عنوان یک پیروزی برای دیپلماسی ایران و شخص ظریف یاد کردن تا جایی که پس از توافق هسته‌ای، ای این مشارکت برای کنفرانس وین رو مهمترین رویداد توصیف کردند در سوی دیگر ماجرا روزنامه‌های تندروی ضد دولت از کیهان گرفته تا سایرین صریحا اعلام کردند که این دعوت نه یک امتیاز بلکه از سر نیاز آمریکا است که نشان از شکاف عمیق و روزافزون میان لایه های قدرت در ایران دارد فارغ از چگونگی رویکرد سیاست منطقه‌ای نظام تنش های درون سازمانی را نیز نشان میدهد برق می میزنیم با چند روزنامه و مرور میکنیم آخرین موازه رسانه ای حول سوریه روزنامه آرمان نزدیک به جمعی از مردان حشمی رفسنجانی و دولت روحانی مطلب اصلی را به این موضوع اختصاص داد و از آن به عنوان سفر متفاوت ظریف و یاران هسته ای به وین پرداخته بود روزنامه آرمان در بخشی از این مطلب به گونه نوشت که دیدار غیر هسته‌ای ای وزرای خارجه ایران و آمریکا که صریحا به طور تلویحی کوشید تا از ضرورت ادامه گفتگوهای آمریکا و ایران در سایر حوزه ها انگشت تأکید نهد و عملا تأکیدات همیشگی علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه ما با آمریکا جز در مسئله هستی در هیچ زمینه مذاکره نخواهیم داشت را زیر سوال ببرد و یا دیگر روزنامه اصلاح طلب ایرانی به نام آفتاب یزد با مطلبی که نشان آشکار از شادمانی دستن در کاران این رسانه از این دعوت داشت از آن به عنوان سیاست خارجی غیر زلیلانه یاد کرد که به نحوی با لحن کنایه و تعنه روزهای سیاست زلیلانه هیئت‌های محمود احمدی نژاد رو به ذهن خوانندگان متبادر ساخت. افتابی از اما در مطلب برجسته و اصلی دیگر خود به عنوان تیتربازی علیه دولت به موضوع خاص و قابل توجهی نیز اشاره کرد در واقع آفتابی از در یک گزارش تحلیلی تحقیقی از تیترهای تحریف شده و اخبار غیر موثق علیه دولت روحانی در برخی از رسانه های تحت امر نهاد رهبری پردههایی تازه کنار زد و در ذکر مصادیق این یک جانب گرایی رسانه ای یا به تعبیر ادبیات خودشون بیتقوایی رسانه ای به سانسور عجیب ماجره های فساد های کشف شده در دولت گذشته طور خاص به ماجرای دکل های نفتی گم شده اشاره کرد که به طور یک پارچه از سوی رسانه های مدعی ارزش مداری حوزه ولایت تحریف تحریم و حتی کاملا سانسور شده است برق میزنم و ادامه میدهیم با سایر مطالب برگزیده امشب روزنامه ابتکار نیز در ترکیب چیدمانی تیتر و عنوان اصلی شماره امروز به گونی کوشید که از اصل موضوع یعنی دعوت ایران برای وین تا حدودی به فرع هدف راه یابد یعنی با تعبیر استمرار دیدارهای ظریف و کری رو به نحوی متن و مذاکره سوریه رو حاشیه بر مجله جلوه داد همان گونه که میبینید نوشت مذاکره ظریف کری این بار برای سوریه اعتماد اما به نوعی جبه بندی های موجود در روند مذاکره احتمالی رو برجسته تر ساخت و با استفاده از واژه مربع مذاکره مذاکرات پیش روی را با دو جبهه جداگانه بررسی کرد و ظریف و لاواروف رو در مقابل جبهه جبیر و جانکری نشان از ماجرای سوریه در صفحه نخست روزنامه ها عبور می کنیم و در بخش ستونهای تحلیلی نگاهی مجدد به این موضوع خواهیم افکند همینک با سایر موضوعات برگزیده در روزنامه های امروز برنامه را دنبال می کنیم بازی های بابک زنجانی با پول مردم از داخل زندان شرح گلای نگاشت روزنامه بهار بود که در صفحه یک به این موضوع پرداخت بهار با توجه به آنکه متهم نفتی از دادگاه شماره حساب خواست به نقل از سلطانی فر یکی از وکلا اظهار داشت که این کارهای زنجانی صرفا وقت است روزنامه های دست رسلی و وابسته به نهادهای تحت امر رهبری همچنان با تولید مطالبی در قالب عکس، کاریکاتور و خبرهای غیر واقع به سعودی ستیزی خود در منطقه ادامه می دهند. از جمله روزنامه جام جمع و بسته به ارگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که این روزها با موجی از انتقادهای داخلی نیز مواجه است در کاریکاتور شماره امروز با طرح کاریکاتوری از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حوزه حقوق بشر البته ایشان را نشان داد که با دریافت پول از شخصیت‌های عربی در ساخت اتهام‌های بیاساس علیه ایران به تعبیری میکشد ادامه میدهیم و ورق میزنیم با روزنامه دیگر و موضوع دیگر گلایه معصومه ابتکار از صدا و سیما نیز مرتوجه برخی از روزنامه ها قرار گرفت جهان صنعت به نقل از این بانوی کابینه نشین که این روزها با موجی از حجمه های صدا و سیما و روزنامه های تندرو همچون وطن امروز نیز واقع شده در نامه ای خطاب رئیس سازمان صدا و سیما گفته بود که مردم رو علیه دولت تحریک نکنید و یا در بخش دیگری در روزنامه های دیگر میخواندیم که معصوم ابتکار در این نامه گفت رسانه ملی یعنی به تعبیری صدا و سیما در حد رسانه جبهه پایداری ها تنزل پیدا کرده است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با آخرین و تازه ترین مطالب برگزیده امشب پنجشنبه از روزنامه های امروز هفتم آبان ماه ایرانی هاشمی رفسنجانی و تازه ترین اظهار موزه انتخاباتیش حول اهمیت انتخابات و سرنوشت ساز خواندن انتخابات خبرگان رهبری اسمن ماه موج جدیدی از جدال ها و گمانه ها را در تنور تفدیده تنش های جاریه جمهوری اسلامی برانگیخت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران ابراز امیدواری کرد که در اسفند ماه با مشارکت بالای رای دهندگان در پای صندوق بهترین انتخابات تاریخ انقلاب در سرنوشت سازترین انتخابات برگزار شود که به کارگیری از واژه سرنوشت سازترین بسیار پرمعنا بوده است توی بسیار از رسانه به گزارش روابط عمومی این نهاد عالی در جمهوری اسلامی رفسنجانی دیروز چهارشنبه ششم آبان ماه در دیدار جمعی از فعالان سیاسی استان همدان با انتقاد از دولت قبل گفت که در سال 92 هم با وجود فضای سنگین امنیتی مردم با رأی خود اعلام کردند که این هشت سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است. هاشمی رفسنجانی در این اظهارات نیشی نیز به صدا و سیمای تحت امر علی خامنه ای زد و به گلایه آشکار با تأکید بر نقش رسانه ها برای ترغیب مردم برای حضور در انتخابات گفت که رسانه ملی نیز نباید جناهی عمل کند که البته اگر چنین کند نتیجه معکوس میگیرد آنگونه که در انتخابات گذشته گرفت در این میان روزنامه ای ابتکار نیز به نقل از این فقیه سیاستمدار به هاشیه کشانده شده اما هنوز مقتدر جمهوری اسلامی انتقاد وی از دوره هشت ساله محمود احمدی نژاد را برجسته ساخت و به نقل از وی نوشت که آن هشت سال تجربه تلخ برای تاریخ ایران کافی است و یا روزنامه شرق به نقل از وی نوشت که نمیتوان با ظاهرسازی مردم را فریب داد ورق میزنیم در وقت باقی مانده با موضوعاتی دیگر داستان تلگرام با تشکیل نشدن جلسه ی کمیته مصادیق جرائم مجازی به فرجام خوش کشیده شد و از تیغ تعطیلی تا اطلاع ثانوی جان به در برد در این میان روزنامه ها به تناسب مخاطبان جوان و کاربرانشان به پوشش گسترده ی این رویداد پرداختند. از جمله روزنامه قانون در صفحه نخست با درج لوگو یا همان نشان و نماد این شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران خبر داد که تلگرام تا اطلاع ثانوی جان سالم به در برد در این راستا روزنامه قانون در گزارش اصلی خود به نقل از شخصیتی حقوقی علیرضا دقیقی وکیل دادگستری در نقش نهادهای نظارتی ناظر و نظامی نوشت که سپاه پاسداران سامانه ای را تجهیز کرده است به عنوان گرداب که تمام فعالیت های شبکه های اجتماعی را رسد می کند و به این موضوع اغلب به عنوان حفظ امنیت ملی کشور ورود می کند سپاه معتقد است اگر شبکه های اجتماعی سبب اختلال در امنیت ملی کشور شوند می توانند مستقلا این شبکه ها را فیلتر کنم که از بزم نویسنده روزنامه قانون یعنی ضرورت به تعطیلی این شبکه نیست. همچنین روزنامه قانون در یکی از یادداشت‌های اصلی امروز کوشید که اصل این مدل کنترل‌ها و نظارت‌ها را بیاساس اساس و بی اثر جلوه دهد تا جایی که نوشت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بخش لاین فک زندگی امروز ما را رقم می‌زنند. این دنیای مجازی بسان موج سهمی نیست که تغییرات وسیعی را در جامعه و روابط اجتماعی فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده است از سوی دیگر امکان مقابله با این فضا به سختی وجود دارد چون این فضای جدید به بخشی از نیازهای اصلی جامعه ما تبدیل شده است گویا وقت برای بازخانی مطلب برگزیده ی دیگری هست بسیار کوتاه به یکی از سرمقاله های اصلی روزنامه شرق نیز نظری می اندازم که به نشست پیش روی سوریه اهمیت موضوع و دعوت از ایران پرداخته بود البته لازم توضیح است که عمده روزنامه همان گونه طرز صدر خبر گفتم در دو طیف امروز یا داشت های اختصاصی زیادی در این خصوص داشتند از جمله دو روزنامه رادیکال جوان وابسته به سپاه پاسداران و سیاست روز به نحوی تلاش کردند که این دعوت را بی اثر جلو دهند و بر وجه آمریکا ستیزی خود بیافزایند و این دعوت را به زعم خیش ناشی از نیاز آمریکا و شکست اعتلاف توصیف کنند و یا در بخش از این نوشتار این دو روزنامه راست افراتی پیروزی ارتش بشار اسد با حمایت روزها را عاملی دانستند که آمریکا ناگزیر به دعوت از ایران شد. روزنامه های اردوگاه راست افراتی همگی با اشاره به اظهار موضع اخیر آمریکا برای اعزام سرباز و پیاده نظام برای عملیات نظامی زمینی در سوریه به نوعی از دوگانگی سیاست های ها خبر دادند و بدین روی حتی با عبارت دست دیپلماتها ها در جیب سرهنگ ها صفحات خود را آراستند اما در این میان روزنامه شرق روزنامه میان رو در تهران با یادداشتی اختصاصی به قلم قربان که مدیر کل پیشین وزارت خارجه ایران بوده به گونه دیگر به تحلیل و واکاوی این دعوت در نشست اخیر پرداخت این کارشناس عرصه سیاست منطقه‌ای در روزنامه شرق ضمن اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی در قبال سوریه که از آغاز تا کنون درگیر ماجراست در بخش دیگری از این نوشتار معتقد بود که توافق نانوشته ای درباره آینده سوریه در حال شکل است که برای پیشگیری از تجزیه این کشور و رشد گروهک هایی چون داعش ان نصره و احرار از شام ساختار نظامی و سیاسی این کشور حفظ شده و به زمین نویسنده بشار اسد نقش خود را در روند انتقالی تا برگزاری انتخابات آینده این کشور ایفا کند سخن از انتخابات شد به امید که وقت باشد و با تقخبری از قوقای رقابت های سنگین و نفسگیر انتخابات آمریکا دفتر امشب صفحه یک را به پایان میبریم مناظره استرابزای کمپ جمهوری خواهان که با رقبای تازه نفس همچون بن کارسون پزشک جراح مغز و اعصاب که بازار داغ دونالد ترامپ ثروتمند میلیاردر نیویورکی را کساد کرده است بن کارسون جراح مغز بازنشسته که یک سیاه پوست آمریکایی است در آخرین نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و سی بی اس پیشتاز اردوی جمهوری خواهان معرفی شده است و همین موضوع باعث شده بود که ایشان در کنار دونالد ترامپ در کانون مناظره قرار گیرد. The that have been asked so far in this debate, why the American people don't trust the media. If anything comes out of this whole thing with some of these nasty and ridiculous questions, you just listed a litany of uh, discredited attacks from Democrats and my political opponents, and I'm not going to waste 60 seconds detailing them all. Such a nasty question. <laughs> that is total propaganda. The Democrats have the ultimate super PAC. Call the mainstream media. whoever every <laughs> single day? I'm wearing a Trump tie tonight. و از عجاه به غریب جهان سیاست در دنیا جمهوری خواهیان که او و دونالد ترامپ که با فاصله زیاد از هشت نامزد دیگر جمهوری خواهان پیشی گرفتهاند تنها کسانی هستند که تجربه ای در جهان سیاست ندارند و هیچ پیشینه و پست، سیاسی نیز نداشتند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد رسد ضمن دعوت همیشگی از محضر شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یک خدا حافظی خداحافظی تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی Pedro.